مخالفان سیاسی قرار است به خاطر منافعشان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 به دوستان و موافقان دائمی مبدل شوند. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 20 اپریل سال 2019 برگزار کنند. اما در این میان گروه ها و احزاب سیاسی کشور به خاطر کسب آرا و رضایت مردم و طرفدارانشان قرارت باید دیگر یک جا شوند و دشمنی را که سالها با یک دیگر داشتن کنار بگذارند و برای منافع سیاسیشان بالای یک میز به توافق برسند. دوستان عزیز، قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم، فراموش نکنید که چینل کابل میدیا را سابسکرایب نموده و زنگ را فشار دهید. طبق گزارشات به دست آمده، محمد حنیف اتمر نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با محمد محقق و یونس قانونی در یک تکت انتخاباتی به توافق رسیدند. قرار است محمد یونس قانونی معاون اول، محمد محقق معاون دوم اتمر در انتخابات آینده ریاست جمهوری باشند. در همین حال دفتر محمد محقق نیز توافق او را به اتمر در این باره تایید می کند. این در حال است که حنیف اتمر در زمان وظیفه‌اش به حیث مشاور شورای امنیت ملی بارها از طرف امین مخالفینش به جاسوسی برای استخبارات پاکستان متهم شده بود، تا اینکه از سمتش استعفا داد. در این مورد یک احتمال دیگر هم وجود دارد. پس از اینکه مریضی اشرف غنی طولانی شد و احتمال قوی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد، حنیف اتمر خود را برای نامزدی ریاست جمهوری کاندید کرده است. در نامزدی حنیف اتمر تا محمد نور به عنوان معاون اول و محمد محقق به عنوان معاون دوم و جنرال دوستم به عنوان مشاور شورای امنیت ملی پیشنهاد شده است و در حال حاضر تیم حاکم با این افراد در حال رای زنی می باشند. با باور تحلیلگران سیاسی، تیم دوم که می تواند یکی از تیم های قوی در انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد، یک جا شدن گلبدین حکمتیار و معاون دوم ریاست جمهوری آقای دوستم می باشد. قرار معلومات چند قبل گلبدین حکمتیار پس از حدود 24 سال با جنرال عبدالرشید دوستم دیدار کرد. این دیدارها در حال صورت میگیرد که هر از گاهی هر دو طرف شدیدترین انتقادها را علیه یکدیگرشان اظهار کردند. این در حال است که اشرف غنی در صدد کسب رضایت دوباره عبدالرشید دوستم است تا وی را قانع بسازد که یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری از وی حمایت کند. و اگر چنین نشد و عبدالرشید دوستم با گلبدین حکمتیار به توافق رسید، بنان اشرف غنی در این میان تنها باقی خواهد ماند. با باور تحلیلگران سیاسی، در این میان دکتر عبدالله عبدالله نیز تنها مانده است، چون وی اعتمادش را از حزب جمعیت نیز از دست داده است و حزب جمعیت دیگر نمیتواند از وی به حیث یک مهر قدرتمند در انتخابات ریاست جمهوری آینده استفاده کند. تنها رای که برای آقای عبدالله عبدالله باقی میماند یک جا شدن با دکتر اشرف غنی است، چون وی نیز در زمان قدرتش همه موافقینش را حذف کرد و آنها را به نحوی به حاشیه راند. و رای جز این نیست که این هر دو با هم یک جا شوند و یک تیم قدرتمند دیگری را بسازند. بارها دیده شده است که رهبران سیاسی و حزبی کشور به خاطر منافع شخصی و سیاسیشان همه مخالفت ها را کنار گذاشتند و با یک دیگر توافق کردند، اما زمانی که منافع شخصیشان در خطر واقع شود با یک دیگر دشمن شده و اقوام افغانستان را به نام های مختلف و جان یک دیگر می اندازند. همان مقوله معروف است که می گوید سیاست دوست و دشمن دائمی ندارد. دوستان عزیز، اگر گزارش مورد علاقه شما قرار گرفته باشد، پس فراموش نکنید که چینل کابل میدیا را سابسکرایب نموده و زنگ را فشار دهید. تشکر از توجه شما.